23 روز تیر ماه برابر با 14 ژوئیه، سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی، ورود اورل هریمن برای میانجیگری بین ایران و شرکت نفت انگلستان. پس از تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس سنا، دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر ایران در صدد اجرای این قانون برآمد. دولت ایران در این زمان آمادگی داشت که خود مستقیما نفت را صادر نماید. از آن طرف با خلعیت از شرکت نفت انگلستان، دولت این کشور را به عکس العمل واداشت که کشتی جنگی به خلیج فارس اعزام نمود. در نتیجه صادرات نفت ایران متوقف شد. پس شرکت نفت انگلیس به دیوان بین المللی دادگستری شکایت برد، ولی دولت ایران رسیدگی به اختلاف یک شرکت با یک دولت را در صلاحیت دیوان نمی دانست. چون کار اختلاف بالا گرفت، اورل هریمن مشاور مخصوص هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا برای میانجیگری بین شرکت نفت انگلیس و دولت ایران وارد تهران شد. به دعوت هریمن هیئتی از انگلستان به ایران آمد و مذاکراتی طولانی به مدت 3 هفته بین دو طرف انجام گرفت. انگلیسی ها در حقیقت خواهان سهمی برابر با ایران به مدت 25 سال بودند که هیئت ایرانی آن را نپذیرفت. پس مذاکرات دو جانبه با میانجیگری نماینده آمریکا بی نتیجه ماند. سال 1362 خورشیدی برابر با 1983 میلادی، آغاز بکار نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری. مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های واجد شرایط است که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را دارد. اما این مجلس به جای نظارت بر ولی فقیه تبدیل به آلتی در دست رهبر شده، طوری که نمایندگانش بدون اجازه رهبر نه کاندیدا می شوند و نه انتخاب. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می گردند 8 سال می باشد. مجلس خبرگان نیز در ماده 1 و 2 آیین‌نامه داخلی این نهاد تعداد خبرگان را 86 نفر اعلام کرده است. اولین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی که ایران در حال جنگ با عراق بود با پیام آیت الله خمینی افتتاح شد و مهمترین اقدامش تعیین سید علی خامنه‌ای به رهبری پس از درگذشت آیت الله خمینی بود. سال 1365 خورشیدی برابر با 1986 میلادی، درگذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر، محقق و نویسنده معاصر ایران. دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شیراز دیده به جهان گشود و تحصیلاتش را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا اخذ درجه دکترا ادامه داد. دکتر حمیدی در عرصه شعر فارسی آثار متعددی به رشته تحریر درآورده که شکوفه ها، سالهای سیاه، عروض حمیدی، دریای گوهر در 3 جلد، زمزمه شب، شعر فارسی در قرن 13، بهشت سخن و سبکسری‌های قلم از آن جمله‌اند. از مشهورترین اشعار وی میتوان به مرگ غو اشاره کرد که در این شعر با زیبایی بسیار به افسانه‌ای درباره چگونگی مرگ یک غو اشاره شده است.